درباره احترام قائل شدن به کتاب های مقدس چندین طریقه هستن که بعد اینا را ما در نظر داشته باشیم مراد بکنیم. یکی این که کتاب ها را همیشه بایستی طور قرار بدیم که بالای صفحه بالا باشه، بالای صفحه پایین باشه. اگر این کتاب ورونه باشه این بی احترامیه و اتفاق افتاده که زنی آبستن بوده و گفتن که این بچهش وارونه است و یکی از بزرگان اسرائیل گفته برید نگاه کنید توی کتابخونه تون ببینید آیا کتابی هست که وارونه است. رفتن دیدن که وارونه است، اینا صاف کرد، اینا راست کردن دوباره. بعد از بدنیم این بچه راست شد و به طور طبیعی دنیا اومد. و همینطور اونایی که سیدور دستشون هست اینا چیکار میکنن؟ اینجوری میگیرن، اینطور میگیرن و اون صفحه بالای صفحه پایینه و پایین صفحه بالاست. این هم یه بی احترامیه که بعد اینا وعده بود که اینا بالای صفحه بالا باشه و پایین صفحه پایین باشه، نه اینکه برعکس. اینطوری میگه این بی احترامیه. موضوع دیگه هم این که وقتی که ما بخوایم کتابی را از قفسه کتاب در بیاریم اینطور نباید بکنیم، اینجوری بگیریم بکشیم. اینطور کشیدن باید بشه که این قسمت بالای کتاب پاره بشه، چندین بار پاره میشه. این احترام نیست. بعد اینطوری بگیریم در بیاریم، نه اینکه بگیریم بالا بکشیم. بی احترامیه. بنابراین بعد از اینجا بگیریم بکشیم بیرون. این موضوع دیگه هم این که کتاب نمیتونیم ما کتاب را وسیله قرار بدیم. مثلا انسان نشسته روی میز داره تورا میخونه، آفتاب هست، چکار میکنه؟ یک کتاب بلندی میاره میذاره جلوش تا این آفتاب نخوره. این اصول این کار این شد میشه تورا را کرده به طور سایمان. اصول این کار این میشه بی احترامی به کتاب. همینطور اگر انسان میخواد کتاب بخونه و این کتاب میخواد اینه بالا بره، این کتاب میاره میره میداره جیره این بره باشه، اینم اصوره، این کار اصوره کار. ولی اگر کتابی روی زمین روی میز باشه و ما اینه میخواییم بذاریم کتاب روی کتاب بذاریم، در این صورت بردار من در این احترام عقیده است و میشه ما این را این کار بکنیم که کتاب را بذاریم روی کتاب تا بتونیم این برای قرار بگیره که بتونیم بتونیم راحت تر اینا از این کتاب مطالعه بکنیم. خب یه عقیدت که اینا مصوره ولی خب یه عقیدت مجازه که بتونیم ما این کتاب چون ما کتاب را از جایی نبردیم به اینجا منتقل نکردیم به این به جلوی خودمون به عنوان به منظور استعمال این کتاب، بلکه خودش هم سر موز بوده ما کار نکردیم، همچون قرار داریم و کتاب میداریم. در این صورت اختلاف عقیدت این مجازه مجاز نیست. خب یک اختلاف مجازه یادی که میخواد نکنه و نمیتونم. موضوع دیگه هم هست که کسانی هستن که این کتاب را تبدیل میکنن به جزبدار. چیکار میکنن؟ هرچی عکس و نمیدونم کارت تبریک و چیزای یادگاری رو میذارن توی کتاب، این اصول این کار اصوره. همینطور برقه تمیز صاف پاک را برقه خالی را میذارن توی کتاب که اگر میخوان بعدا چیز نفتر در بیارن، این هم اصوره. همینطور اونایی که یک قطعه صفحه کتاب و قدرت رو بینن میخوان این را که به تو نریزه و به این توهین نشه چکار میکنم دارن توی کتاب. این کتاب یا سور این کار چرا این کتاب میشه شده تبدیل شده به صندوق گنیزا؟ یا سور این کار. همینطور گذاشتن تمر و عکس و همین چیز اینا در کتاب سوره. و همینطور پاکت نامه اینا همش هر چیز سوره. فقط تنها چیزی که میشه گذاشت این ورقایی که انسان را در موقع تفیل خونده میشه انسان از این میخواد استفاده کنه. مثلا در صفحه های تفیلایی هست، تفیلا یا هر موضوع دیگه که برای موقع تفیل خوندن انسان میخواد
این جلوش باشه که بخونه، این مجازه. حالا این که گفتیم که اسوره، همینطور هم بعدی هستن که یک عینکشون میخوان مثلا تموم کرده میدارن روی کتاب، این اسوره. این کار کلاشون میدارن روی کتاب، این کار اسوره. حالا گذاشتن هر شیعی به عنوان به منظور علامت که کتاب اینه کجا قطع کرده و فوری باز کنه، این مجازه. مثلا ما عینک میداریم توی کتاب، ببینیم میبندیم که ببینیم این کتاب کجا قطع کردیم، مجازه. یا خطکش میداریم، مجازه. قلم، مجازه. دستمال، مجازه. چرا؟ این برای استعمال خودمون نیست، شخصی خودمون نیست، استعمال شخصی نیست، بلکه استعمال کتابه که میخواییم کتاب رو ببینیم کجا ما از کجا ما باید شروع کنیم، این مجاز. و ولی اونایی که دستمال کاغذی میدارن بعد تموم که وقتی تموم کرد دیگه همتون میمونه، این اصوره. چرا این برای چی دارین؟ دستمال کاغذی برای چی گذاشته اینجا؟ این کتاب که پاکت این جعبه دستمال کاغذی نیست، بلکه کتابه. بعد اینا فقط به عنوان علامت، نه که همتون همچون بمونه اینجا. مورد دیگه هم این که وقتی انسان میخواد کتابی را ورق بزنه چیکار میکنه؟ اینجوری باید بکنه، اینطوری. نه اون اینکه در بخواه میکنه اینجوری تا میکنه، اینطوری. این کتاب چی میشه؟ ورق تا میشه و سیاه میشه. این اعانت به کتابه، بی احترام به کتابه. بنابراین بعد اینطوری بچه ها بعد یادشون داد وقت مرده اینجوری ورق بزنیم، نه که بگیریم اینجوری این بری از پایین اینطور اینا مطالعه کنیم، این به احترامیه. همینطور کسانی که میخوان علامت بذارن چکار میکنن؟ این گوشته کتاب را تا میکنن تا این چی بشه؟ این هم اصوره. چرا؟ این ورقه که تا میشه این خط میخوره، این احترامی کتابه. ولی اگر میخوان علامت بذارن همون چیزی که گفتیم دفتر کاغذی بذارن، یا امروز برخ شم علامتی هست که برچسب میچسبونن، این بهترین کار همینه. بهترین کار همینه که برچسب بذارن هر وقت میخوان علامتی بذارن. مثلا انسان میخواد چندین علامت بذاره، چندین جا هست میخواد علامت بذاره، یادش بره کجا هست. هر یه برچسب میگیره میذاره اینجا، داره میگه اینجا، اینجا چندین بار 10 تا برچسب بذاره اشکال نداره. این همش به خاطر علامت کتابه. و بنابراین اون بچه ها بعد وقتا بازی میکنن، یکی میخواد بدره کتاب میگیره دلوش سپر. بعد بهشون گفت یا سور این کارا، این مگه کتاب شده سپر بادیچه انسان که بگیره اگزام میره دلو که این به کتک نزنه. این هم به بچه ها خوب یاد داد و این هم به کتاب ها احترام بکنن. و این مثالی خیلی بزرگیه. نبتر گفتیم وقتی که انسان کتاب را احترام برای کتاب احترام قابل میشه و محترم با این رفتار میکنه، چون برخ بهش احترام و عزت میده. همینطور هم روی استندر اونایی که خمیده که کجه کردستن، این بعد همینطور را مده بود که بالای صفحه پایین نباشه، برای پایین صفحه بالا باشه. این در اینجا هم بابده که کاملا بارونه نیست، اینم احترام کتابه. موضوع دیگه هم این که بعد خیلی واضح بود کتاب را نگذاشت جلوی لبه میز اینطوری بذاریم، این ممکنه که یک نفر بیرد بشه، اینم بینده زمین. همینطور جایی که بچه ها هستن خیلی بعد واضح بود که اینها این کتاب را نگذاشت جایی که اینا بگیرن بدن پرد کنن پایین. و اگر انسان میده که بچه داره با کتاب همطور ورق میزنه، داره بی خودی همطور ورق میزنه، ممکنه پر کنه بعد ازش بگیره، نداره که این با این بازی بکنه و ورق بکنه. خب پیران این رو باید در نظر داشت و این رو رعایت کرد. این خیلی مهمه. این رو همطور گفتیم این ها مثلای طرف که در طرف فرموده دو تحتون که ناشه بلو که خیم که در طرف فرموده که بوتها را بدرید، بشکنید، بسوزنید، از بین برید، ولی دو تحتون که ناشه بلو خیم. ولی با هر
شی مقدس، هر کتاب مقدس، این کار نکنید، بلکه باوده باشید که این تمید بمونه، محترمانه باش رفتار کرد، اینا میفهی تورا ما داریم انجام میدیم. عزب برو، کدیش؟